مناظرهای پس از انقلاب در تلویزیون سراسری ایران را بیاد دارید یا درباره اونها شنیده اید؟ دو تن از مهمانهای اون مناظره ها را دعوت کرده ایم تا بپرسیم از اون زمان چه سفر فکری طی کردند. بخش دوم این برنامه را این هفته میبینید. سلام به بینندگان پرگار. بخش دوم پرگاری را که هفته پیش شروع کردیم ادامه میدیم. این بحث اختصاص داره به آراء عبدالکریم سروش، فیلسوف اسلامی که از مهمانهای مناظرهای پس از انقلاب در تلویزیون سراسری ایران بود و فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی، او هم از مهمانهای بازمانده از اون مناظره ها. آقای سروش، ما چون هفته قبل با آقای نگهدار بحث رو تمام کردیم، دوباره از شما شروع میکنم بحث رو در این بخش دوم. سوال آخر من از آقای نگهدار در اون بخش این بود که چه مکتب سیاسی میتونه توضیح بده آرای سیاسیشون رو. شما چه؟ بعد از 40 سال، البته ما در مورد مکتب سیاسی شما در اون سالها نمیدونیم، چون منحصراً راجع به مسائل عقیدتی می نوشتید، هرچند بعداً عضو ستاد انقلاب فرهنگی شدید و در چند سالی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی بودید. اما الان بعد از 40 سال چه مکتب فکری سیاسی نزدیک به آرای شما؟ برای اینکه من می بینم که در سالهای اخیر در نقد لیبرالیسم نوشتید، در نقد سکولاریسم نوشتید، چه چیز می تونه توضیح بده که شما از نظر فکری به کجا ایستادید؟ بله، سوال خوبیه. عرض می شود که خب یک مکتب رو شاید نشه یاد کرد، اما به هر حال من از وقتی که در انگلستان تحصیل می کردم و آراء پوپر رو می خوندم، به هر حال لیبرالیسم پوپری برای من خیلی برجستگی پیدا کرد. لیبرالیسم پوپر در واقع لیبرالیسم معرفتی بود، یعنی می گفت جامعه باید چنان باشد که عالمان همه رشته ها و شاخه های مختلف بتوانند آزادانه آراء خودشون رو در میان بگذارن. این آزادی افکار اون وقت لوازمی داره، یعنی حکومت رو به راهی می کشاند، باید حمایت کنه از این، و دور خودش یه جامعه ویژه‌ای رو پدید میاره. من همچنان به اون رأی پابندم. حالا نامش رو لیبرالیسم معرفتی بگذاریم یا هرچی بگذاریم، با خودش این مرتب انتقاد کردید از خوب. لیبرالیسم، این انتقاد درسته. ناشی از چه هست؟ برای اینکه شما اعتقاد دارید که لیبرالیسم تقدس زدائی میکنه از جوامع، و جاهایی گفتید که الان دیگه در واقع خصم دین نه مارکسیسم بلکه لیبرالیسمه. این چه درکیست از لیبرالیسم؟ اولا من اون رو یکی از مزایای لیبرالیسم دانستم که تقدس زدائی میکنه، نه اینکه جزء عیوبش. من در اون که مقاله‌ای که راجع به مبانی لیبرالیسم و اولین بار سخنرانی بود که دانشکده حقوق دانشگاه تهران کردم، که در کتابم هم چاپ شده، اتفاقا اونجا این تعبیر رو آوردم که از قول لیبرال ها به اصطلاح ما اهل تحلیلیم نه تجلیل، و گفتم که لیبرالیسم تقدس زدائی میکنه، و من این تقدس زدائی رو امر مثبتی دانستم. گفتم این خوبه، همین برای رشد معرفت که ما این چیزایی رو بت نکنیم و مقدس نکنیم. اما در این که از این منظر صحبت گفتید، در جاهای دیگه در دهه 80 به طور خاص گفتید که الان هم در مورد سکولاریسم گفتید اینجا اونجا، هم در مورد لیبرالیسم، اینها اگر ضد مذهب نیستن از ضد مذهب هم بدتر هستن. این معنیش چه هست؟ برای اینکه برداشت من از لیبرالیسم، نه لیبرالیسم معرفتی اون که شما میگید، لیبرالیسم در حوزه سیاسی، بله، این است که اصل بر آزادی فرده، یعنی اثبات حق آزادی فرد نیازی بهش نیست. برعکس، اگر کسی بخواد نقض کنه آزادی فرد رو،
این باید اثبات بشه. به عبارت دیگه نباید کسی بیاد فرض رو بر این بگذاره که میتونه اراده خود رو به دیگری تحمیل کنه. این یعنی لیبرالیسم، فارغ از اینکه معرفتی اسمش رو بگذارید یا نه. ایراد این چه است؟ هیچی. من ببینید، اتفاقا خوب شد اینو شما گفتید. لیبرالیسم چند شاخه داره دیگه، یا چند مصداق داره. لیبرالیسم اقتصادی داریم، لیبرالیسم سیاسی داریم. من با لیبرالیسم سیاسی هیچ مشکلی ندارم. ابدا. من اولین کسی بودم که لیبرالیسم رو ترجمه کردم به مکتب حقوق مداری. بله، در این حال گفتید که جای تکلیف نیست در، یعنی من نگفتم، گفتید یعنی حق مداری برخلاف ادیان تکلیف مداری نیست. نه، اینو نگفتم. گفتم که حق مداری از حق شروع میکنه به تکلیف میرسه، ولی ادیان فقط بر تکلیف تاکید میکنن. نه اینکه در لیبرالیسم تکلیف نیست، اینکه حرف مخالف بدیهیاته، ولی گفتم تکالیف رو هم از دل حقوق بیرون میاره و اتفاقا خوبیش اینه. و به همین دلیلم گفتم که انسان امروز انسان حق مدار است، نه تکلیف مدار، در عین اینکه تکالیف هم داره. اما این رو هم البته نباید ناگفته گذاشت که در مکتب لیبرالیسم چندان تاکید بر حق میشه که واقعا مسئولیت ها به گوشه ای می روند و به فراموشی سپرده میشن. چرا؟ آیا چنین آقای سروش؟ برای اینکه اگر فرض بر اینه که شما نباید در عمل ها اینطوری شده با، ببینید من در چند جلسه از جلساتی رو شرکت کردم که توسط آقای هانس کونگ، اون متکلم خیلی مشهور مسیحی آلمانی، تشکیل شده بود برای نوشتن اعلامیه تکالیف بشر. دقیقاً ایده و فلسفه اون جلسات و اون سمینارها همین بود که انقدر تأکید بر حقوق بشر شده که ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت‌ها به فراموشی سپرده شده. خوب ما اینا رو یادآوری کنیم. شما هم موافق هستید آقای نگهدار که در اون چه که ما از لیبرالیسم در غرب می‌بینیم چنان بر حق مداری تکیه شده که مسئولیت‌ها به حاشیه رفته؟ 100% این برداشت و این تحلیل درسته. در اون چه که در غرب تبلیغ شده و حاکم هست، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت در قبال اقشار آسیب پذیر، بخش‌های کمتر رشد یافته جهان، تقریبا اگر نگم به بیرون رانده شده، عمیقا به حاشیه رانده شده. مسئولیتی که جهان ثروتمند، کشورهای OECD بر در رابطه با بقیه دنیا بر عهده گرفتند، از یه سنارسشه هم به قول معروف کمتر هست سهمی رو که در نظر میگیرم. البته برداشت من اینه که در این معادله حق مداری تکلیف مداری صحبت راجب فرد انسانیه. ما داریم راجب هر دو وجه آزادی و لیبرالیسم میگم، هم اون وجهی که میگه ما باید تغییراتی در مناسبات قدرت در جهان درست بکنیم که آزادی ترویج رواج بیشتری پیدا بکنه، هم اون نظریه‌ای که میگه ما باید برای فرد منهای تمام تغییراتی که میخواد در دنیا قرار بشه اعتباری قائل بشیم که او به حد اکثر نیازهای درونی خودش بتونه پاسخ بگه. هر دوی اینها مسئولیت اجتماعی رو باید در نظر بگیره و جای برجسته‌ای براش در نظر بگیره. نظریات لیبرالیسم اون چه که در عمل اتفاق افتاده نادیده گرفتن این هست که هرچه بر سر جهان وقتی میگید اون چه که در عمل اتفاق افتاده، آیا منظور شما این است که اون چه که میبینید انحراف از لیبرالیسمه؟ برای اینکه برداشت من این است که نه، من نمیگم انحراف از لیبرالیسم هست. من میگم نظریه لیبرالیسم رو اگر مبنای تمام تصمیم گیری هایی که احزاب سیاسی، دولت ها و حکومت ها دارن انجام میدن قرار بدیم و نظریات سوسیالیستی رو حذف بکنیم کلا از دیدگاه اونها، جهانی فاجعه آمیز تولید خواهیم کرد، جهانی که نمیتونه از جنگ رهایی پیدا بکنه رو تولید خواهیم کرد. بله. لذا باید سوسیالیسم بخش جدایی ناپذیر در نظریاتی که من قبول دارم، باید بخش جدایی ناپذیر نظریاتی باشه که به حکمرانی دسترسی پیدا میکنه. شما چنین ایده رو قبول دارید، دست اندازی به نظریه های سوشالیستی برای تلطیف جوامع لیبرالیستی؟ والا یا نه، این شما رو برمیگردانه به 40 سال پیش و دوباره در دو
کمپ متفاوت خواهید بود. ببینید، البته من راه زیادی از اون موقع اومدم، همطور که ایشان آمدن. من به یاد دارم که در چکسلواکی سمینار راجع به دموکراسی بود و آقای ارنست گلنر که یکی از آنتروپولوژیست و سوسیولوژیست های مشهور انگلیسی است، ایشون هم اونجا حاضر بود. با هم صحبت میکردیم، سخنان مختلفی میگفت. من جمله به من گفت من هم سوسیال دموکراسی رو خیلی دوست دارم، ولی میدونم این دوتا با هم جمع نمیشن متاسفانه. من خودم هم بدم نمیاد سوسیال دموکراسی بشه، اما میدونم که نمیشه. اما اون چیزایی که این رو گلنر الان... گفت بله 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 گلنر به من میگفت. عرض میشه ایشون حرفای عجیبی دیگه هم، یک حرف جالب دیگه هم که به من زد، گفت من آقای خمینی رو دوست دارم، شخصیتش رو، اما تئوریاشو دوست ندارم. عرض به حضورتون که در مورد ایرادایی که به لیبرالیسم، فقط ما نمیگیم، خود فیلسوفان لیبرال میگن، مخصوصا حالا که لیبرالیسم در واقع لیبرال کاپیتالیسم شده، در واقع عیوب این دوتا بر هم دیگه جمع شده، مثل دوتا ژن معیوب که وقتی با هم ترکیب بشن و فرزند خیلی دارای اعوجاجات زیادی میشه. هم فیلسوفان لیبرال، همین آقای رالز که اینجا خوب نامش رو بردید، اینا همه دنبال این بودن که مشکلات لیبرالیسم رو حل کنن، یه مقداری تلطیف کنن. بله. از اون طرف کسانی که طرف کاپیتالیسم، لذا اینا دوتا مکتب تمام شده نیستن. بله. اینا بسیار. در حال ساخته شدن هستن. در حال ساخته شدن هستن. چون افسون بر نقد لیبرالیسم، در مورد سکولاریسم هم صحبت کردید، نقد کردید. اینجا خیلی بحث جدیتر باید دنبال شه، برای اینکه ربط ادا میکنه به اوضاع ایران و آینده ایران. مناسبت دین با حکومت و بعد دین با سیاست چیه که شما در نظریاتون راجع به سکولاریسم سعی کردید این رو تا حدی واضح کنید؟ اگر بخوام دقیق تر و یه مقدار مصداقی تر رو واضح تر بیان کنم، مثلا با حرف آقای بازرگان که گفت دین برای آخرت است، موافقید؟ من که صد درصد با این موافقم، یعنی در میان دین برای دنیا نیست. نه خیر، من دقیقاً با این حرف موافقم. این چیزیست که من نوشتم، درباره شعرم گفتم و به نثر و به نظم سخن گفتم. اولین کسی که اون سخن آقای بازرگان رو تصدیق کرد بنده بودم. خب معنیش این است که دیندار بهتر سیاست ورزی نکنه؟ نه اینطور نیست. نه اینطور نیست. ببین این سخن، سخن غزالی هم هست، این سخن فخر رازی هم هست. یعنی فکر نکنید خیلی سخن جدیدی است. فخر رازی خیلی به صراحت این نکته رو در نوشته‌های خودش آورده که دین در اصل برای آخرت، اما چون از دنیا عبور میکنه، یک اندک عطف نظری هم به دنیا کرده، ولی برای تدبیر به این معنا، یعنی به خاطر اینکه به اون طرف نگاه میکنه، دنیا رو یه جوری سامان میده، فقط به اون اندازه که لازم داره که تأمین رستگاری آخرت بکنه. آقای بازرگان وقتی گفت چنین تعبیری داشت؟ آقای بازرگان دیگه واضح نکرد، ولی من گمان میکنم که اون جوری که میشه سخن ایشون رو قبول کرد همینه که، و این حرف غزالی است، میگه ما دنیا رو چنان سامان میدهیم که آخرت گرایان بتوانن آخرت خودشون رو تأمین بکنن، بقیهش با اقلای قوم. بله. اگر... یعنی یک به اصطلاح تنظیم، همون بحث حد اقلی بودن دین که من مطرح میکنم. بله. اگر چه این تعبیری دارید به شما میرسیم آقای نگهدار. شما فکر میکنید دینداران در یک ایران آینده باید سیاست ورزی بکنن به این شکل که مثلا ما احزاب سیاسی دینداران داشته باشیم؟ فکر میکنید اگر داشته باشیم ایرادی برشون مترتب هست یا نیست؟ به نظر من هیچ ایرادی نداره. ببینید حکومت دینی، البته حزب دینی که اصلا مطلقاً مشکلی نداره، حکومت دینی هم به نظر من اگر ما هنوز امت بودیم مسئله نداشت، اما چون دولت ملته دیگه نه تنها حکومت دینی بد شده، بلکه ایمپاسیبل شده، ناممکن شده. اما حزب دینی ایرادی نداره. دینی هیچ اشکالی اگر این حزب دینی مجازند. بله. فرض کنید یک حزب دینی هست که آرایش رو میگیره از نواندیشان دینی چون شما. بله. و تلطیف میکنه، حداقلی میکنه اونجوری که شما. این حزب دینی اگر به قدرت برسه ایرادی نداره، چون حزب برای به قدرت رسیدن دیگه در جهان امروزی. بله هیچ اشکالی نداره. ببینید به قوانین بعد نگاه کرد، قوانینی که حزب ها رو کنترل میکنن، و قوانینی که میگذرونن وقتی در قدرتن. شما یه جایی، البته این مربوط به شاید 15 سال پیشه، باید بگم بهتره شناسنامه زمانی بدیم، یه جایی گفتید که در یک دموکراسی همین که سعی شود، حد اکثر سعی بشود قانونی که منافات با قوانین قطعی دین دارد به تصویب نرسد، این کافی است. در اون
حکومتی که با رأی اکثریت به قدرت رسیده و یک حزب سیاسی اون حکومت رو تشکیل میده، فکر میکنید باید چنین سعی بشه، یعنی تلاش بشه که قوانین با قوانین قطعی دین منافات نداشته باشه؟ بله، برای جلب رضایت مؤمنان شما در یه جامعه دینی این کارو میکنید. فرض کنید، یعنی به حرف من اینه، در یه جامعه که مجوریتشون اکثریتشون دین دارن، میشه برای قوانین، تدوین قوانین، دوباره منابع دینی رو چک کرد و اگر منافات داره منابع، بله، یعنی خب ببینید میشه دولت اسلامی. آقای سروش الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید اصلا ایده شورای نگهبان چی بود؟ ولی شما که نگهبان مضمون میدونید این رو. نه، همین رو میگم، شورای نگهبان آخه شورای نگهبان درست درمونی نشد. یعنی شورای نگهبان درست هم داریم؟ اجازه، بله که داریم، در یه جامعه دینی، در یه جامعه دینی که میخواد مطمئن باشه که این حکومتشون ضد دین نیست، باید چه کار بکنه؟ باید نشون بده که ضدیتی نداره. اما قوانین قطعی اسلامی اونقدر کمه که در واقع عملاً با خیلی چیزا منافاتی پیدا نمی‌کنه. اونقدر کمه؟ آقای سروش، آقای سروش، اگر اون حکومت خودشون عمل کنه، آقای سروش، اگر اون حکومت که تحت سیطره یک حزب سیاسی است که دینداران هستش رو تشکیل میدن، بیاد بگه که فروش مشروبات الکلی با قوانین قطعی دین با روح دین منافات داره، شما فکر میکنید کار مثبتی کرد چون جامعه دینیه؟ حالا من از شما اونهایی که مشروب الکلی میخورن چی کار باید بکنن؟ بله، از شما میپرسم، توی آمریکا مگه اینطوری نیست؟ بله، ما داریم، همیشه درجات سکولاریسم هست، در این شکل نیست، ولی شما به این ترتیب در این برنامه دارید میگید در سال 1397 دارید میگید که اگر حکومتی در ایران تشکیل بشه با رأی اکثریت مردم و این حکومت بیاد فروش مشروبات الکلی رو ممنوع کنه، فکر میکنید ایرادی برش نیست؟ نه، اگر که حالا چه فروش مشروبات الکلی هر چیزی منافات با حقوق اقلیت داشته باشه، نه. آها، یعنی فکر میکنید با خب بله، به این ترتیب شما فکر میکنید ایراد بزرگی خواهد بود، برای اینکه اقلیتی مشروب الان که اقلیت کوچیکی نیست در ایران، مشروب خورا اگر منافاتی با حقوق اقلیت داشته باشه ما نمیتونیم این رو تجویز. بسیار خب، این قید بسیار مهمی است. پس شما میگید در چنین حکومتی نباید، ما اصلا همین رو گفتیم دیگه، که یه پلورالیسمی است که حکومت نسبت به ادیان بی‌طرف است. پس باید در یک چنین حکومتی قطعاً حقوق اقلیت مراعات بشه. شما در مورد این نوع سکولاریسم نگرانی دارید یا نه؟ یعنی یک حزب سیاسی به قدرت برسه، این حزب سیاسی حزب مؤمنان باشه و بعد سعی کنه قوانین قطعی دین رو در تدوین قوانین عمومی مد نظر قرار بده که با هم منافات نداشته باشن. اگر از زاویه عملگرایانه به این جنبندی بخوایم نگاه بکنیم، خواهیم دید که مثلا در مورد ترکیه، احزابی که حزب عدالت و توسعه دارای تمایلات کم و بیش کم رنگ و پر رنگتر اسلامی به قدرت رسیده و همین بحثی رو که الان بین شما جریان داشت در بین حزب عدالت و توسعه و جامعه غیر دینی ترکیه به شدت جریان داشته، اما از اذان گفتن یا فروش مشروبات الکلی یا حق خیلی مسائل دیگری که به حقوق جامعه و اقلیت برمیگرده، اگر این نفی امکان به قدرت رسیدن اقلیت رو شامل بشه، من به شدت باش مخالفم، چون به اونها آزادی اونها رو حذف میکنه که بتونن به چالش بکشن تصمیم اکثریت رو در مورد فروش مشروبات الکلی و بعد به قانون تبدیل بکنن. اگر این راه رو ببنده بر اقلیت، مثلا همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، 100% باید باش مخالف بود. ولی اگر این راه رو باز بگذاره، بگه به شهروندان که چون اکثریت اهالی این شورای ده، مثلا میگم در مقیاس کوچک، تصمیم گرفتند که اذان از گلدسته خوانده بشه و اقلیت هم مخالفه، شما راضی بکنید برید بگید این زیان روانی به ما میزنه و بعد در دوره بعد شما این اذان رو قطع بکنید. این پروسه دموکراسی یعنی همین، یعنی اولویت ها و ترجیحات در میان اقشار اجتماعی یکسان نیست. برخی چیزها ساختن مسجد رو درست میدونند، برخی جوان و برخی نمیدونند. ما باید حتما این رعایت رو بکنیم. ما در جامعه به سر میبریم که لزوما با احزاب
اسلامی که میخواهند قوانین اسلامی رو بر ما که تمایل اسلامی اون شکلی نداریم تحمیل بکنند مواجه هستیم. باید راه چاره پیدا کرد. راه چاره این هست که حق آزادی بیان و آزادی مشارکت وجود داشته باشه و ما بتونیم بریم اکثریت رو جلب بکنیم به نظریات خودمون، به راه حل خودمون. خیلی از کسانی که قبلا هم فکر شما بودن میگن که راه چاره این که شما میگید نیست. راه چاره اینه که برای اینکه تضمین کنیم چنین سناریوی پیش نیاد که شما دارید تصور میکنید، از ابتدا بگیم که حزب سیاسی دینداران اصلا بیمورده، بیمعنیه، برای اینکه این دینداران میتونن در احزاب سیاسی باشن. ما با این سوال مواجه نیستیم، چون ما ممکنه بگیم اجازه بدید. منظور اونها این است که دینداران در احزاب سیاسی مختلف میتونن آرای خودشون رو بیابن. خب اگر اینجور نشد شما... چی؟ مسئله این هست، واقعیت این است که آقای خمینی پیدا میشه شما... و یه سلسله روحانیت هم پیدا میشه، یه حزب هم به اسم حزب الله درست میکنند و اونها به حرف ما گوش نمیدن و بعد هم اکثریت مردم هم میرن به اونها رأی میدن. و شما نگران چنین چیزی نیستی؟ نگرانی یک مسئله است، واکنش من در مقابل این واکنش چه شما چه خواهد بود؟ اجازه بدید پس واکنش شما چه خواهد بود اگر یک حزب سیاسی دینداران به قول شما روحانیت هم میتونه کماکان اعمال نفوذ کنه به قدرت برسه و قوانینی بله ما داریم راجع به آینده صحبت میکنیم و قوانینی رو بگذرونه، حتی بعد از اینکه در ایران در واقع یک گذار رخ داده و همه به این نتیجه رسیدن که باید به سمت سکولاریسم پیش برن. سکولاریسم به معنی عدم تبعیض، این اصل سکولاریسم این است که عدم تبعیض دینی. فکر کنم آقای سروش در چنین شرایطی متوجه خیلی از اسلام گرایان میخوام ببینم که واکنش شما به حزب سیاسی دیندارانی که به قدرت میرسه و میگه من قوانین رو طوری میگذرونم که با اصول قطعی دین منافات نداشته باشه، واکنش شما چه خواهد بود؟ واکنش من اگر اون قوانینی که میگذرونه به نظر من و به نظر گروه های اجتماعی که همراه من هستند مخالف باشه و حقوقشون رو یا امکاناتشون و منافعشون رو یا نیازهاشون رو نادیده بگیره، قطعا مخالف خواهد بود. ولی با این مخالفت چه باید بکنیم؟ راه جلوگیری از این کاربرد اسلحه، دستگیری، سرکوب نیست. جاهایی که این کار میکنند برای اینکه تغییر رو درست بگیرن به نظر من اشتباه میکنند و تغییر رو به تعویق میندازند. بنابراین من توصیه میکنم که اگر دینداران مثل جمهوری اسلامی ایران به حکومت رسیدند و حقوق ما در زمینه حق حجاب، در زمینه حق معکولات و هر چیزی که میخوایم بنوشیم یا برقص یا در زمینه رقص، در زمینه خواندن صدای زن و اینها محدود میشه، ما باید به کمپین اجتماعی روی بیاریم و سعی بکنیم توازن قدرت رو به هم بزنیم و اون حاکم هم اگر حق ما رو، اگر حق حضور ما رو مثل امروز نادیده گرفت، باید به تلاش برای تغییر رفتار اون ادامه بدیم. آقای سروش، هستند نواندیشان دینی که میگن که به جای اینکه دینداران برن سمت تأسیس حزب سیاسی، خصوص با این تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم این 40 ساله، بهتر اینها تلاش کنن نظارت کنن بر وضع و حال عمومی جامعه، یعنی این دیداری رو در خدمت تلطیف سیاست روزمره قرار بدن به جای اینکه حزب تأسیس کنن. این ایرادش چیه؟ برای اینکه این با اون شمای کلی از دینداری شما احتمالاً بهتر میخونه تا اینکه دینداران حزب سیاسی نداره. ولی اگر خواستن دینداران حزب تشکیل بدن، اگه ما میتونیم جلوشونه بگیریم. حالا ممکنه یک کسی رأیش این باشه که نکنن، یا یک کسی مثل بنده اصلا دوست نداشته باشه. ولی اگر خواستن چنین کاری بکنن، شما موافق خواهید بود یا نه؟ بس این نیست که مانع بشه. من موافقم که حزب تشکیل بدن. ما نباید یک کاری بکنیم که اولا ما حق نداریم دینداران را از یک کاری منع بکنیم، دومی که ما حق نداریم یه حرفی یه کاری بزنیم که اکثریت جامعه اگر دین دارن با ما قهر کنن، با ما پشت کنن. این خودش سیاست ورزی عاقلانه است. اکثریت یه جامعه که یه چیزی رو دوست ندارن اگر اعتمادشون از حکومت خودشون از دست بدن، مشکل ترین کار رو برای حکومت به وجود میارن. لذا بهترین کار این است که در حکومت ما همین بحث آزاد که از بحثمون رو از هفته پیش اینجا شروع کردیم، واقعا اینو باید به عمل بگذارن. یعنی اون اقلیتی که مخالفه با اون اکثریتی که موافقه دائما با هم گفتگو کنن.
تا به قول هابرماس به یه عقلانیت بیرون دینی برسن که هر دو طرف بتونن همدیگر رو قانع بکنن. بهترین راهش قانون نویسی نیست، بهترین راهش بحث آزاده. من اینجا یه نکته رم از ابتدا در نظر داشتم بگم، این بحث آزاد یکی از مواریث خوب آقای بنی صدر بود تو جامعه ما. این رو کردیتش رو به ایشون باید داد. از ابتدای انقلاب امتیازش رو باید به آقای بنی صدر داد. این بحث آزاد باشه، فکر خیلی خوبی بود و خیلی دریغا که این بحث آزاد متوقف شد. این اولا مدارا رو توی کشور ما و جامعه ما ترویج میده، ثانیا حلال خیلی از مشکلات شبیه این است که یکی از دلایلی که بعضی از نواندیشان دینی و غیر دینی میگن که بهتر دیندارها به جای اینکه حزب سیاسی تشکیل بدن و این هول نسبت به آینده رو در دیگران ایجاد کنن، و این هول الان شما میپذیرید دیگه بیراه نیست، به جای اینکه فقیهان سر کار، ما در ترکیه دیگه فقیهان سر کار نیستن دیگه، ترکیه هم میبینید دیگه، به جای این کار بیان در جامعه سعی کنن اون اصول اعتقادی خودشون رو در جهت تلطیف جامعه به کار بگیرن. یکی از دلایلی که چنین گفته میشه اینه که این کمک میکنه به جای اینکه تمام تلاش شما برای جا انداختن این ایده باشه که بین مدنیت و دین ناسازگاری نیست، تلاش شما اینه دیگه در این چندین دهه، مدنیت و دین ناسازگار نیستن، عوض این کار بیاید در جامعه دین رو مدنی تر کنید، یعنی در جامعه بیاید تلاش کنید دینی بسازید که دیگه با صرف مشروب الکلی از جانب دیگری مشکل نداشته باشه، دینی بسازید که حقوق بهایی ها رو درش خلل وارد نکنه، مورد آزار و اذیت قرارشونه، دینی بسازید که با همجنسگرایی مشکل به این شکلی که الان هست نداشته باشه، بلکه سعی کنه بیشترین حد سازگاری البته در یه جامعه دینی با اونها شکل بگیره. چنین دینی میتونه کماکان جای خودش باشه، به خصوص تو حوزه نظری شما این دینه به اصطلاح حد اقلی اگر پذیریم کماکان خواهد بالید، اما مدنی تر خواهد شد. آیا این کار بهتری نیست؟ والا من نمیتونم بگم بهتره، این یه کار خیلی خوبیه، خیلی هم مفیده بدون تردید، و اونایی که اهل تفکرن، اهل تحقیقن، اهل دینشناسیان بهترم هست که وقتشون رو صرف سیاست نکنن، اما هر کسی برای یه کاری ساختن. بعضیا واقعا حتی با حس تکلیف دینی دلشون میخواد وارد سیاست بشن. الان شما از آقای بازرگان یاد کردید، ایشون وارد سیاست شد و با این ولی بعد پشیمون شد دیگه، وقتی میگه دین برای آخرت نه ورود به سیاست پشیمون نشد، نه اون پشیمون نشد. ببینید ایشون بنا به قول خودتون فرصت نکرد توضیح بده، من نمیدونم چرا با این اطمینان میگید این رو، فرصت نکرد دیگه اواخر در حدی که من آشنا هستم و ایشون رو بعد از اون ماجرا هم خوب میدونم و دیدم و اینها. ببینید نه ایشون پشیمون نبود، آقای بازرگان بنا به تکلیف دینی وارد سیاست شد، اما بعدا رأیش عوض شد که سیاست دینی این نیست که آقایون دارن اجرا میکنن و یک چیز دیگری است که باید متوجه به طریق آخرت باشه. باری اگر کسانی میخوان اون کارو بکنن ما که مانعشون نیستیم، اما البته این خیلی خوبه، یعنی توی جامعه دینی تا خود دین خوب تبیین نشده از دل احزاب دینی چیز خوبی در نمیاد. بنده اینا قبول. بله آقای نگهدار، شاید در این بخش برنامه بد نباشه یه تکه دیگه از اون مناظره ها رو پخش کنیم، و بعد از اینکه اون تکه از اون مناظره ها پخش شد صحبت رو ادامه بدیم. همکاران ما الان رو پخش میکنند. ما یک نظر ثالثی هم دارید اینجا اظهار میکنید و اون هستش که آنتاگونیسم و غیر آنتاگونیسم مربوط است به عرصه اجتماع، نه مربوط به عرصه طبیعت و بیرون از اجتماع. ولی اون چیزی که تا کنون نظر مسلط مارکسیستا بوده تا امروز این بوده. نظر من... شما؟ بله نظر من هم پس بوده. در طبیعت از آنتاگونیسم و عرض می شود غیر آنتاگونیسم نگیم. پس دوباره حال شما دارید به همون سوال اول من جواب میدید، اینی که انگلس گفت حرکت خود تضاد است، شما میگید اونجا تفکیک نکنیم بین. بله من از اول مطرح کردم که بله در این مناظره همونجوری که من در بخش پیشین این برنامه گفتم بیشترین کلکل بین شما و آقای سروش بود، و کسی که اون مناظره رو الان میبینه که
دو نفر که وصل بودن به قدرت حاکم مدام سعی میکردن دو نفر دیگر رو به پاسخگویی وادارن، گویی اینها طلب داشتن و نفر دیگه، طرف دیگه، دو نفر دیگه باید پرداخت میکردن. کاملا مناسبات قدرت اون مناظره دیده میشد، لبریز بود از مناسبات قدرت، و این دو نفری که اومده بودن هی جواب بدن، هی مورد پرسش قرار میگرفتن، مدام میگفتن که ما مخالف نظام حاکم نیستیم، فکر نکنید ما چنینیم، ما چنانیم، ما اینجا اومدیم که به شما بگیم که مخالفتون نیستیم. الان که شما به این تکه نگاه میکنید، حستون نسبت به اون فضا چیه که شما در موزه دفاع از خود، در موزه پرداخت طلب دیگری بودید و دیگری به نظر میومد طلبکاره و مدام از شما میخواد که جواب بده، جواب بده؟ خب اون زمان که اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی، 90% بنا به تخمین ما 90% از شهروندان ایرانی از رهبری آیت الله خمینی و نظریات ایشون اعتماد داشتند و پیروی میکردند، حتی کسانی که نمیشناختند واقعیت این نظرات چی هست. و بخش آگاه‌تر جامعه ما به لحاظ سطح دانش، به لحاظ سطح تحصیلات، به لحاظ شهری شدن که حدود 10% جامعه هم میشد، از ما حمایت میکردن. یعنی در واقع میخواید بگید که شما در این مناظره هایی که پخش میشد مدام داشتید به خودتون میگفتید که اقلیت هستی، در موزه ضعف هستی، طرف دیگه هم اکثریت رو داره، رهبریت خمینی رو داره؟ نه، جنبه دفاعی اگر بگید درسته، و جنبه تعرضی از جانب آقایون و جنبه دفاعی از جانب ما، و این انعکاس اون روحیه‌ای بود که در شهر وجود داشت. دانشگاه تهران، ستاد، همون جایی که بعداً آقای سروش آمدند و تحویل گرفتند، گفتن بعد از انقلاب فرهنگی ما شدیم رئیس اون گروه انقلاب فرهنگی، دانشگاه تهران فکر مسلط، فکر غیر مذهبی بود و سمپاتی نسبت به چریک‌های فدایی، فکر غالبش ها، نیروهای دیگه هم بودن، توده‌ها، راه کارگر، پیکار و غیره بودن، ولی فکر غالب طرف ما بود. و شهر، ما در محاصره شهر قرار گرفتیم. یعنی من اون موقع یاد تئوری ماو میافتم که میگفت محاصره شهرها از طریق روسها، محاصره دانشگاه از طریق شهرها اتفاق افتاد، و بعد هم روسها هم بهش پیوسته شد. لذا من یه حالت تدافعی میدیدم. و اگر 40 سال بعد الان دوباره اینم اضافه بکنم بهش، الان بخوام ارزیابی بکنم، اون محاصره شکسته شده. ما کسانی که خواهان تغییر بنیادین در مناسبات قدرت با جامعه هستیم، اکثریت مطلق جامعه، بله، بله. و جریانی که هر دو جناح رو دارم میگم، هم جناح اصولگرا، هم جناح اصلاح طلب، در این حالت تدافعی در برابر این قضیه قرار گرفتن، بله. و ممکنه ما به همون وضعیت دوباره دوچار بشیم اگر، بله، جریان‌های حاکم نخواهند از این حالتی که دارند، از میزان قدرتی که دارند بکاهند و به نوعی صلح، بله، برسند، بله، با جامعه. آقای سروش، شما این توصیف رو میپذیرید، این احساس رو داشتید که شما و آقای مصباح در حالت تعرض بودید و دو نفر دیگه مدام باید از خود دفاع میکردن، این و این تا حدی بازتابی بود از مناسبات قدرت در جامعه؟ حقیقتا نه، یعنی من الان که شما این رو میگفتید خیلی تعجب کردم، یعنی اصلا و ابدا چنین چیزی در ذهن من نبود. من از طرف آقای مصباح نمیتونم سخنی بگم، اصلا تصور دیگری شاید من داشتم، و اون که حزب توده محاسباتی کرده که پا به این مناظره گذاشته، اصلا نیومده که اینجا جوابگوی ما باشه یا دفاع از خودش بکنه، اومده خودش رو مطرح کنه تو جامعه. یعنی اون اینو برای خودش فرصتی دید، و الا بی جهت نمی اومد. فکر نمی کنم سرشون درد میکرد برای اینکه این مباحثات عقیدتی بکنن. دیگر این رو فرصتی میدید که شکی نیست، میگفتن که ما از این فرصت میخوایم استفاده کنیم، ولی در این حال و میخواستن این حال و هوای بگوشاید. این بحث مدام حال و هوای یک طرفی بود که از دیگری میخواست توضیح بده، روشن کنه. خب بله، برای اینکه اصلا مناظره بر سر مارکسیسم بود، صاحب مجلس، گوینده، گرداننده طرف آقای سروش و مصباح بود دیگه. گردانندگی نه، ببینید طرف مقابل اومده بود. موافق هستید که گرداننده هم طرف شما بود؟
خب بله، گرداننده رو صدا و سیما گذاشته بود آقای طیب که مهندس طیب که بعدا هم نماینده مجلس شد، اتفاقا از عناصر حجتیگه هم بوده شد. ولی از اینها که بگذریم، ما هیچ به اصطلاح پیشاپیش هم هیچ با هم دیگه چیزی رو تنظیم نمی‌کرد. اما میخوام بگم که خب طرف مقابل ما اومده بود البته از خودش دفاع کنه، ما ازش سوال میکردیم، این بدیهی بود، ممکن بود عکس بشه، البته تو جامعه ما اون موقع شاید ممکن نبود. بله. که یه عده‌ای بیان ما رو در مقام مسلمان بودن مورد تعرض. بله. و سوال قرار بدن. حالا چرا این تیکر رو گذاشتیم و چرا این سوال رو از هر دوی شما کردم؟ دلیلش این است که آقای نگهدار، شما در بخش پیشین این برنامه هم بر رایزنی، گفتگو، مفاهمه، نامه نوشتن به آیت الله خامنه‌ای و همین‌ها در این باب صحبت کردید. ولی کسانی که میگن این رایزنی‌ها مملو از مناسبات قدرته، اونی که در قدرته در جامعه‌ای چون جامعه ایران ضرورتی نمی‌بینه کوتاه بیاد. اینها، این منتقدان این نگاه شما به مفاهمه، میگن که این نگاه هابرماسی که بله دموکراسی رایزنانه رو برقرار کنیم، این در جامعه‌ای چون آلمان طرح شده. هابرماس فیلسوف متعلق به مکتب فرانکفورت که الان در آلمان می نویسه، برای بینندگانی که میخوان آشنا بشن با آرایش میگم، این آقای هابرماس در واقع داره میگه که بر یک سکوی سفت و محکمی ایستادیم که حاصل صدها سال روشنگری و تمرینه و حالا بیایم رایزنی کنیم و اسم اون به اصطلاح سیستم شاید بشه دموکراسی رایزنانه. اگر بخوان تلطیف کنن شرایط رو در کشورهای غربی، شاید اون یک راه حل باشه. اما شما این رو بیاد ببرید توی ایران بگید که بله ما مناظره برقرار میکنیم، همین مناظره مگه نشون نداد که اگر برقرار بشه یک طرف خودش رو در موقعیت به گفته خودتون تدافعی خواهد دید و چند ماه بعد ساطور بر سرش خواهد آمد، همون آقای طبری در زندان چه ها بر سرش اومد و در نهایت در حصر درگذشت. این برای جامعه چون ایران چقدر عمل میکنه این دموکراسی رایزنه در شرایطی که دیگری در سپاه و در نیروهای دیگه توپ و تانک و همه چیز داره و کوچکترین صدای نارضایتی رو دقیقاً این کلماتی رو که شما به کار بردید الان در نقد شرکت افرادی که دست پایین رو دارن در یک مناظره ای که احساس میشه که طرف مقابل دست بالا رو داره و تعرضی هم برخورد میکنه، من داشتم با کسانی که این مناظره رو تحریم کردند و از جمله ما مسعود رجوی، هنوز ما ارتباط داشتیم در اون زمان، اصرار از من که آقای مسعود این کار خیره، اگر شما بیایید اون خشمی که در طرف نهفت طرف مقابل هست و اون بیگانگی که ما با در وجود اون هست نسبت به ما کم میشه، رقیق میشه. کم شد، رقیق شد و او میگفت که نه اشتباه میکنید. در درون وقتی ما یه هفته جدای از این که آقای رجوی بعداً به چه سمتی رفت، نظر کی درست نه بود؟ دو نیرو، نظر دکتر بهشتی این بود که ما تلاش بکنیم اونها رو بکشونیم و در حاشیه جلسه هم با من با همین آقای لاریجانی هم بود دم جوب نشستیم و تعریف میکنیم که ما میخواستیم که این مناظره با شرکت آقای بنی‌صدر و رجوی انجام بشه و شما طرف مقابل ما نبودید، یعنی حزب توده و چریکهای فدایی، اونها رو میخواستیم بیاریم ولی اونها تن ندادند، برای اینکه من فکر میکنم راه دیگری میخواستن برن. حتی اطلاعیه 8 ماده‌ای انقلاب اسلامی صادر شد که تا حد حمل سلاح همه شما آزاد، برای اینکه اونا رو بیارن. یعنی فکر میکنید به این مناظره نیومدن برای اینکه از ابتدا تصمیم گرفته بودن به این مناظره نیامدند چون که در طرف مقابل کسانی بودند مثل اسدالله لاجوردی و همفکران اسدالله بادامچیان و همفکران ایشون که از اساس با این نوع روش بهشتی مخالف بودند و میگفتند که هر چه زودتر ما اینها رو سر ببریم، روشن هم میگفتند سر ببریم جمهوری اسلامی راحتتر مستقر خواهد شد و دکتر بهشتی اینو میفهمید که این اشتباهه، اگر اینا رو سر ببریم جمهوری اسلامی هم لطمات زیادی خواهد دید
و در صحبت خصوصی هم با من که در دیدار با ایشون داشتم همین حرفا رو میزد. باز میگردم دو تا دشمن وجود داره. یکی در طرف اپوزیسیون است که مجاهدین بودن که به راه دیگر رفتن و من به هیچ وجه قبول ندارم که اون سرنوشت بهتری بود. در درون دستگاه حکومت هم کسانی بودند که جمهوری اسلامی رو به اینجا کشوندند که نیروی سپاه و نیروی قهر نیروی تکصدایی غالب بشه. حالا اینکه جامعه در 10 سال بعد 20 سال بعد 2 خرداد رخ میده، این ظرفیت جامعه است و ظرفیتی که ما روش امید داریم و داریم پیش میریم. این نکاتی که در مورد به اصطلاح پشت صحنه این مناظره گفتید، همونجوری که آقای سروش هم چند نکته گفتن، بسیار جالبه. شاید بشه در پایان این برنامه صوتی راجع به پشت صحنه این مناظره صحبت کنیم و برای طرفداران پادکستی برنامه جداگونه پادکستی بگذاریم اگر فرصت کنیم. ولی من بعد از اینکه همه این توضیحات شما دادید، برمیگردم به همون سوال اولم که اون چه که شما میگید این امیدواری به مفاهمه، به رایزنی، برای جامعه‌ای که یک سکوی محکمی برای رایزنی درش هست، آیا واقعا بعد از 40 سال فکر نمی کنید که کماکان این سکو به وجود نیومده؟ یعنی مفاهمه کردن با طرفی که بیشترین قدرت رو داره در ایران واقعا نتیجه میده؟ میزان مناظره ها و گفتگوهایی که امروز در بُعد جامعه ما صورت میگیره بین نهلهای سیاسی مختلف، حتی در شرایط بسته فعلی، اصلا قابل مقایسه نیست با 40 سال قبل. واقعا دانشگاه‌های ایران در داخل ایران آنچنان پیشرفت کردند که دیگه تیغ سپاه و امنیت نمیبره که این جلسات گفتگو و مفاهمه رو تعطیل بکنه. واقعا نمیبره. میشه فقط به این جلسات گفتگو و مفاهمه یک قدم پیش رفتیم. من میخوام بگم جامعه ما در طی این 40 سال خسارات زیادی دیده، ولی خودش رو گم نکرده، در جهت پیشرفته که امروز هم حقوق زنان، هم حقوق اقلیت‌ها، هم حقوق کردها، هم حقوق طبقه کارگر. شما می‌بینید مبارزات کارگری که در ایران جریان داره، مبارزات معلمین رو می‌بینید. جامعه مدنی ما اصلاً قابل مقایسه نیست با اون زمان. اون زمان مسئله هویتی بود، اسلام و غیر اسلام بود. امروز حقوق مدنی آمده وسط و مطالبات مشخص و این پیشرفته و این حاصل گفتگوست. شما با این توصیف از جامعه ایران موافق هستید؟ مثلا آیا الان حقوق اقلیت‌ها بهتر و بیشتر رعایت میشه نسبت به مثلا قبل از انقلاب، قبل از زمانی که شما؟ بیشتر شناخته شده و بیشتر طرح میشه. راجع به همین مباحثات و مناظرات که شما میگید، آخر راه دیگری وجود نداره. یعنی مثلا چه راهی ما بشینیم تا جامعه برسه به قول شما به جای آلمان بعد این بحثا رو بکنیم؟ خب بعد شروع کرد و خوب بود که اون بحث‌ها ادامه پیدا می‌کرد و اتفاقاً خیلی ما زیان کردیم که اون بحث‌های اول انقلاب، حالا با علل و دلایل مختلف. این که شما می‌پرسید که آیا البته این نوع مناظره ها نیست آقای سروش، منظور این است که گذار جامعه ایران از طریق رایزنی با حکومت بله انجام میشه یا نه، گذار از این گردنه‌ای که درش ما یک جمعیت کاملا ناراضی و آسی داریم، یک جمعیتی داریم که به نظر میاد اقلیت ولی منابع قدرت در اختیارشه. آیا این از طریق اونچه که گفته میشه گفتگوی رایزنانه و نمیدونم دلیبریشن، اونچه که در زبان انگلیسی از همین آرای هابرماس گرفته میشه، انجام میشه یا نه؟ حالا که صحبت به اینجا کشیده، بذارید در واقع سوال رو یک مقداری مشخص‌تر طرح کنم که به سمت آخر برنامه هم میریم، حتما این ناگفته نمونه. شما فکر کنید گذار جامعه ایران به چه شکل خواهد بود از این وضعیت؟ نمیخوایم پیش بینی کنید، ولی حس و حال شم شما چی میگه؟ چه جوری گذار میشه از شرایط کنونی به شرایط مناسب‌تر؟ والا ببینید این خیلی سوال بزرگیه، ولی چون بحث از اصلاح هم شد و بحث از به قول شما مفاهمه و اینا، به نظر من نه، تنها راهش این نیستش که بشینند و رایزنی بکنند، گفتگوهای رایزنانه با حکومت. یک فشارهای مدنی لازمه برای اینکه روی نظارت استصوابی کار بشه، روی انتخابات کار بشه. اینا که اصلاح کنند به اصطلاح تئوری اصلاحگری دارن، از اینجاها میخوان آغاز بکنن. دست کم اهرمای فشار در اینجاست. یعنی فکر میکنید از نظر اونها اهرمای فشار در جامعه است؟ بله دیگه، بله، اهرمای فشار رو باید تو جامعه تقویت کنن تا بتونن در اینجاها تاثیرات مناسب بگذارن. اگر اونی که در حکومت نگذاره اینا در جامعه جنب بخورن، فعال محیط زیستی
میفته زندان تا چه سوی کشان سوی خوشان وان سوی کشان با ناخوشان یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. یعنی ناچار بالاخره راهی که باید بریم همینه. البته اونا هم با کمال قوت میان جلو. نامه های عتاب‌آلود بنده خب یکی از همین حرکت ها بود که بالاخره حکومت رو وادار کنه یا مردم رو چنان کند که بشناسند که با چه حکومت ستمگری روبرو هستند که سازوکار مناسب با برخورد با او رو پیدا کنند. ولی کمتر از انقلاب. کمتر از انقلاب. یعنی بله. امید تو اینه که گذار هرچه هست انقلاب نباشه. شما هم چنین خوفی از انقلاب دارید؟ من تغییر ناگهانی که در 57 برای ایران پیش آمد رو اگر بخواد تکرار بشه فکر میکنم در جهان فعلی که اون جهان دو قطبی بود و ما یه امنیتی داشتیم که مداخله خیلی سخت‌تر بود، الان اگر بخواد اتفاق بیفته به اون ترتیب یک هو فرو بریزه نظام، مصائبش خیلی خیلی سنگین‌تر در جامعه ما خواهد بود. ولی امید من اینه و خوشبینی من این هست که این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی تعادل قوا در جامعه جوری هست و تجربه یک تمام احزاب سیاسی، تمام نهلهای سیاسی که مانع از این میشن جامعه به اون طرف بره. خیلی کوتاه یک نقدی رو طرح کنم. اتفاقا توی یکی از برنامه‌های پیشین پرگار طرح شد این نقد. گفته شد که نیروهایی که انقلابی میاندیشن مدام به دولت فکر میکنن، یعنی دولت محور هستن، فکر میکنن دولت رو بیاری پایین با انقلاب تمومه. این نقد به شکل دیگه‌ای ممکن هست متوجه شما باشه، به این معنی که شما هم دولت محور هستی، به این معنی که فکر میکنید چانه زدن این بلوک‌های قدرت در بالا در نهایت گذار رو باید تسهیل کنه و کمتر به جامعه و اون چه که در جامعه میگذره، توانمند شدن جامعه میاندیشه. کار جامعه این هست که اون چالش هایی که در درون بلوک قدرت در اتفاق میفته انتخاب بکنه و گزینه‌ای که به تمایلات خودش، به مطالبات خودش نزدیکتر هست رو اون رو تقویت بکنه تا تغییر در تناسب قوا در بالا اتفاق بیفته. بدون این مداخله جامعه اون معادلات قدرت در بالا تغییری درش به وجود نخواهد آمد. شما فکر نمی‌کنید که اونهایی که به اصلاح از طریق تغییر معادلات قدرت در بالا میاندیشن خیلی به توانمندی جامعه فکر نمی‌کنن؟ چون نقدی ندارید احتمال یا دارید؟ والا آقای حجاریان که خب تئوریشون این بود که به هر حال از پایین باید تغییرات بکنیم و چانه بزنیم بالا، لذا چرا به توانمندی جامعه خیلی توجه دارن؟ به نظر من غافل نیستن از این معنی. بسیار عالی. ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه، عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار. در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنیم. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران رو ببینید. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت. البته پادکست برنامه کنونی رو شاید اگر بتونیم جداگونه ضبط کنیم و به شکل یک پادکست جدای از برنامه در وبسایتمون بگذاریم، بستگی به امکانات فنی بالا در طبقه دیگر این ساختمون داره. خیلی ممنون از همه شما که این بحث رو دنبال کردید. از مجموعه سوالات رو لطف می‌فرمایید پاسخ. در پاسخ به سوالی که آقای دکتر سروش فرمودن راجع به گرایش مسلط من جواب عرض می‌کنم، این به قصد گریزگاه ساختن در بحث نیست که ما بگیم گرایش مسلط هست و هر جا یک پدیده ضد اون پیدا شد متضاد با اون که جور در نیامد با مجموعه اون حکم، بعد بگیم خب ما که گفتیم که گرایش مسلطه. منظور این نیست، بلکه منظور بیان واقعیتی است که در طبیعت و در اجتماع حکم فرماست. به این معنا که در طبیعت و در اجتماع هبا و تصادف نقش بازی میکنند و قوانین راه خودشون رو از داخل تصادفات به طرف جلو باز میکنند. آقای طبیری فرمودند که بعضی حقایق هست مطلق است و قابل تخصیص نیست.
پس اونا خواهنخواهی عام خواهند بود. مثل همین حرکت که طبیعت بدون حرکت نمیشه. حقیقت بر دو نوعه، حقیقت نسبی، حقیقت مطلق. خب همه این قانون حرکت، قانون حرکت آیا عام است یا نه؟ عرض کردم که عامیتش در حدود گرایش مسلط بودنه. ما اصلا هیچ چیزی غیر عمده‌ای در جهان نمی‌بینیم. همیشه به طور عمده یک مطلبی وجود داره. به طور عمده وجود داره. نه به طور جهان شمول و مطلق. پس به نظر شما پدیده بی حرکت هم میتونیم داشته باشیم؟ مسئله یک پدیده بی حرکت نیست. حرکت جزء اتریبوته، یعنی به اصطلاح جزء صفت ذاتی واقعیت عینی خارجی. به طور مطلق یا به طور نسبی؟ دیالکتیک به این پاسخ چه میده؟ میگه علت حرکت رو باید در خودش یا پدیده جستجو کرد. و اگر ما شک بکنیم در این که و بعد توضیح میده چی؟ توضیح میده علت حرکت ناشی از تضادهایی است که در درون پدیده وجود داره. تضاد درونی، البته تأثیرات بیرونی و تأثیرات حرکت بیرونی رو روی عوامل درونی در نظر میگیره. ولی علت حرکت رو درونی میدونه و علتش هم تضاد میدونه. حالا وقتی درست در میاد باز با اون تعریفی که آقای طبری دادن که مثلا خود وجود دموکراسی و استبداد حرکته. ببینید آخه اینم یه جور تضاد دیگه. اگر ما شما گفتید تضاد رو تفکیک نکنید، آقای طبری وارد مسئله بشین. نه خیر، سیستم ایشون نیست. اجازه بدید، ایشون که قائلن به تفکیک این دوتا تضاد در همه جا. من در سیستم شما دارم سوال میکنم که فرمودید که ما در طبیعت تفکیک نمی کنیم، میگیم تضاد دو همین یه جور تضاده دیگه، این یه رقمش اینه و یه رقمش اونه نداریم. این سخن شما بود دیگه. بله خیلی خوب.